به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، خانم و آقایان، همراهان خوب و همیشگی IUMS TV. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت دست داد که مهمان نگاه مهربان و گیرای شما عزیزان باشیم. امیدوارم هر کجا هستی سالم و سلامت باشید. عصر یک شنبه‌تون به خیر و خوبی و خوشی باشه. من علی پینام هستم و شما بیننده گفتگوی زنده اینستاگرامی IUMS TV هستید. به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، در این فرصت صحبت خواهیم کرد در رابطه با نقش زبان مادری در رشد و تکامل کودک. و افتخار دارم که مهمان بسیار عزیز و ارجمندی در استدیو همراه بنده هستند، جناب استاد علی قربانی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، امروز همراه ما هستن تا به سوال شما پاسخ بدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. در خدمت شما هستم. زنده باشید. اگه سلام علیکی هست بشنویم و بعد ادامه. من هم با یا نام و یاد خدا سلام و عرض ارادت میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان و آرزوی تندرستی و بهروزی برای تکایک مردم کشورم و جهان دارم. اطلاع کلام نمی کنم، فرمایشات شما رو می شنوم. اون حدی که دانش و اطلاعات من اجازه بده راجع به این زبان صحبت کنم. زنده باشید. ممنونم. عزیزانی که بیننده برنامه خودتون هستید، IUMS TV صفحه ایست متعلق به همه اون عزیزانی که محبت دارن باش و همراهش هستن. ممنون میشم اگر همین لحظه با استفاده از فلش پایین صفحه، حتی اگر شده یک نفر رو به دیدن برنامه دعوت کنید. این خیلی مهم هست که بتونیم خانوادهمون رو هرچی در واقع سریعتر و بهتر گسترش بدیم تا محتوای علمی که تولید می شود رو بتونیم بهتر گسترش بدیم و همه تلاش ما همین هستش. خب استاد، اگر که موافق هستید اول از خود نامگذاری این روز شروع کنیم که اصلا چرا همچین روزی نامگذاری کردن و اهمیتش چه هست؟ خدمت رو عرض میکنم. اساسا این چیزی که ما در مسائل زبان مادری باش سرکار داریم جناب سینا، این هست که یه اتفاقاتی در دنیا میفته و بر اساس اون اتفاقاتی که توی دنیا افتاده سازمان های بین المللی، سازمان های کشوری به این فکر میفتن که از اون یک جوری یاد بکنن. سالهایی که بنگلادش پاکستان شرقی محسوب میشد، در اون زمان دانشجویان بنگلادشی در یک اعتراض مسالمت‌آمیز خواستن که زبان بنگالی به عنوان زبان ملی، به عنوان دومی زبان ملی پاکستان ارائه بشه، مورد قبول واقع بشه. پلیس پاکستان مداخله میکنه، یه چند نفری هم در اثر اون مداخله کشته میشن و بعد به جایی هم نمیرسه و نهایتا بعد از کشمکش های زیاد بنگلادش از پاکستان جدا میشه. بعدی بعد بنگلادش از پاکستان جدا شد، خود زبان بنگالی شد زبان ملی اونها. یونسکو در سال 1000، این قضیه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 1952 اتفاق افتاد، اون بله، قضیه اعتراض دانشجوها. در سال 1999 یونسکو این روز 21 فوریه رو که گاهی میشه دوم گاهی میشه سوم اسفند ماه به عنوان زبان مادری اعلام کرد و انگیزه شون هم این بود که بگن یه جوری مراسم در کشورهای مختلف برگزار بشه تا این زبانهایی که خودشون حامل فرهنگهای مختلف هستن حفظ بشن. چون اینجا یکی از بحث‌های اساسی بین زبان و فرهنگه که حالا اگر حوصله زمان اجازه داد راجع به اون هم خدمت رو عرض میکنم. در اینجا به این شکل یونسکو این رو اعلام کرد. در سال 1908، از سال 2000 یعنی یک سال بعدش، کشورهای مختلف در این روز رو گرامی داشتن، مراسم برگزار کردن، بزرگداشتی براش گذاشتن، گردهمایی‌های گذاشتن و کارهای کردن. در کشور ما در سال 1382 گروهی از دانشجویان تو دانشگاه علم و صنعت جمع شدن و به عنوان زبان مادری اون روز رو جشن گرفتن، ولی بعد از اون ظاهرا ادامه پیدا نکرد تا اینکه امروز که من در خدمت شما هستم، چون گروه گفتار درمانی دانشگاه ایران که ابتدای صحبتتون فرمودید که من عضو هیئت علمی اون گروه هستم،
سال 52 1152 ما نه 1952 اونا در 1152 در تهران افتتاح شد این رشته. ابتدا در سطح لیسانس بود، بعد فوق لیسانسش بعد از انقلاب و بعد پی اچ دی اش هم در بعد از انقلاب شکل گرفت. تنها دانشکده ای که رشته گفتار درمانی رو در ایران داشت دانشگاه ما بود در سال 52. بعد رشته های دیگه سال های بعد از انقلاب توسعه پیدا کردن که الان تو سطح کشور 13 14 تا دانشکده هستن این رشته رو تدریس میکنن. در این مناسبت که امروز من خدمت شما هستم، مدیر گروه گفتار درمانی دانشکده ما سرکار خانم دکتر جلیلوند پیشنهاد داد که از زبان مادری تقدیر بشه و به روابط عمومی دانشگاه داد و دانش روابط عمومی هم پذیرفتن که اینو با من لایو اینستاگرامی بذارن. ولی بعد از اینکه قبول شد، چون من خودم نامه نگاریاشو کردم آمد به من گفت خودت برو. گفتم بابا من به خاطر اینکه شما گفتید این کارو کردم که خود شما تشریف ببرید اونجا به عنوان مدیر گروه صحبت کنید، ولی ایشون این تکلیف رو به عهده من گذاشتن. امیدوارم که بتونم از پس این تکلیف خوب بر بیام که ایشون از این مسئله خوشحال بشن. زنده باشید. حتما همینطور هست. عزیزانی که بیننده برنامه زنده IUMCB هستند، امروز قرار هست که در رابطه با نقش زبان مادری در رشد و تکامل کودک صحبت بکنیم به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری. همراه ما استاد علی قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند تا به سوالات در این زمینه پاسخ بدن. آقای قربانی عزیز، برای ما بگید که به طور کل اصلا فرق زبان مادری و غیر مادری چیه؟ چه تعریفی از زبان مادری دارید؟ ببینید، پیش از اینکه من فرمایش شما رو به عنوان زبان مادری و غیر مادری بگم، میگیم زبان مادری در مقابل زبان رسمیه. ما توی قانون اساسی خودمون در ماده 15 قانون اساسی هست که اشاره صریح کرده به اینکه زبان رسمی کشور ما فارسی است. پس زبانی که در کشور رایجه که اغلب مردم به اون زبان صحبت میکنن و زبانیه که زبان رسمی مکاتبات ماست، نوشته های ماست، قراردادهای ماست، معاهدات ماست، قوانین ماست، این زبان زبان رسمی است. اینو میگیم زبان رسمی. اما زبان مادری زبانیه که کودک در محیط خودش بدون اینکه نظام خاصی برای آموزشش پاش خودش یاد میگیره. این میشه زبان مادری. شاید اینجا یادی بشه از مرحوم ایرج میرزا که اون شعر مشهورش داره، گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت، و ادامش که یک لفظ دو لفظ بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. شاید اون رو به عنوان زبان مادری میگن. به این دلیل میگن که کودک از اون موقع یاد میگیره که در محیط خودش هست، در معرض کلام هست و یاد میگیره. اگر اینجا بگیم تفاوت هست بین زبان مادری و زبان رسمی. اون چیزی که ما به عنوان زبان فارسی میشناسیم زبان رسمی کشوره، اما میتونه زبان مادری گروهی بخشی از آدمایی هم باشه که از کودکی از نوزادی زبان فارسی رو یاد میگیرن. اما اساسا اون چیزی که ما به عنوان مادر ذکر میکنیم، چرا نگفتن زبان پدری؟ باور بر این هست که منشأ یادگیری زبان ابتدا شنیدنه. خب و این شنیدن تنها حسی است، شنوایی تنها حسیه که زمان جنینی فعال. زبان جنینی بینایی فعال نیست، چون کودک در یه محیط تاریکه. لمسش فعال نیست، چیزی رو لمس نمی‌کنه، در معرض محرک‌های لمسی قرار نمی‌گیره. اما در معرض تحریک صدا هست. خب ما بسیاری وقتا از مادران باردار میشنویم که وقتی این در با محکم کوبیده میشه به هم و صدا میده، جنین در شکم مادر حرکت میکنه، تکون میخوره، که اصطلاحا یه رفلکس هست به اسم رفلکس کلی یا توتال رفلکس، رفلکس نشون میده، تکون میخوره و مادر از تکون خوردن جنین خودش هم در واقع این رو احساس میکنه. در اونجا در دوره جنینی شنوایی فعال میشه، بنابراین از همون موقع داره محرکات صوتی رو دریافت میکنه، یعنی شنوایی از همون موقع فعال شده. خب بعدها یه تحقیقاتی هم کردن، یه گفتگوهایی هم کردن بابت اینکه مادر در اون دوره مثلا قرآن بخونه بچه روش اثر میذاره، یا مثلا آواز بخونه رو بچه اثر میذاره، هر چیزی که بشنوه هرس میخوره، عصبانی میشه، داد و فریاد میکنه، فلان میکنه، رو بچه اثر میذاره. نمیتونیم نفیش بکنیم. به هر حال کودک یا نوزاد یا به عبارتی اون جنین در اونجا هست و مغزش داره رشد میکنه و این
مغزی که زمان تولد به دنیا میاد یه مغز نانوشته نیست، یه چیزایی روش نوشته شده، یه چیزایی دریافت کرده، با اون دریافت ها میاد بیرون. هرچند که دوره تولد خودش دوره تحول بزرگی است و خیلی تغییرات ایجاد میکنه، اما با این همه یکی از مسائل اساسیمون اونه. و از جهتی وقتی به دنیا میاد اولین کسی که در معرضش قرار میگیره اون کودک مادره. اگر به طور طبیعی باشه که مادری بچه رو زایمان کرده، خودش به شیر میده و نگهداریش میکنه، در اون موقع باش حرف میزنه، گفتگو میکنه و این خیلی از مسائل رو باعث میشه برای یادگیری. اگر مادر نگهداری نکنه، خب شیر نده بهش، ولی مثلا شیر خوش بهش بده، بازم این تو بغل خودش میگیره این کارو میکنه. اگر مادر نگهداری نکنه یا مادر به نحوی اصلا تو صحنه نباشه، کسی دیگری که اینو نگه میداره، خب نقش مادرانه داره، داره این کارو میکنه. شاید جالب باشه براتون بگم که فاصله چهره کودک با مادر که بعدها تحقیقات دیگری کردن، فاصله کودک رو مادر بغلش میگیره که بهش شیر بده، میگم به اندازه یه وجبی چیز حدود 25 سانتی. در این فاصله گویا بهترین تحریک رو نوزاد از مادر دریافت میکنه و باورمون بر این هست که پایه های گفتار، پایه های زبان از همون ابتدا که کودک به دنیا میاد از همونجا شروع میشه. اینجوری نیست که بگیم دو سالش میشه بعدا میفهمه. تحقیقات اخیر در کشورهای دیگه نشون میده که بعضا کودکانی که در دوره نوزادی مثلا حتی یک ماه دو ماه هستن، صدای زبان مادری رو از صدای زبانهای غیر مادری میتونن تمیز بدن. و شاید خیلی جالبه بابت اینکه وقتی زبان صدای مادرش رو میشنوه ساکت میشه، ولی صدای دیگر میشنوه شاید ساکت نمیشه. ببینید صدای همزبانهای مادرش میشنوه باز احساس امنیت میکنه، ولی به نظر میاد اینجوره، به نظر میاد اینکه صداهای زبان خودش رو تشخیص میده و صدای غیر زبانی رو نه. از طرفی هم نگاه کنیم، اگر بگیم کودک در معرض زبان، در معرض صدا قرار میگیره، وقتی چیزی به هم دیگه میخوره اینم صدا میده، درم صدا میده، زنگ تلفن هم صدا میده، ولی کودک از صداهای انسانی تقلید میکنه و یاد میگیره، از اونها پیروی میکنه. نظریات مختلف زبانشناسی هست که شاید خیلی خیلی بهتره که یک انسانی که من گفتار درمانم، یه نفر که زبانشناسه تو این زمینه ها بگه. من دانشم اینقدر نیست که به جای زبانشناس صحبت بکنم، ولی اطلاعاتی که در زمینه مسائل رشد گفتار زبان هست در گفتار درمانی به جد و به قدرت مطرحه. درود بر شما. نه درود بر شما، خیلی هم خوب دارم نگاه میکنم. ما قبل از برنامه کوشن باکسی که گذاشته بودیم که اگر سوالی دارن بپرسن عزیزان، سوالی که چندین بار تکرار شده بود توسط افراد مختلف، بحث آموزش زبان خارجی بود که حالا بهش میپردازیم، که در بحث سنش در چه سنی بهتر است که این اتفاق بیفته که حالا بهش میپردازیم. قبل از اینکه بریم سراغ این، میخوام راجع به خود نقش زبان مادری در همین اصل برنامه‌مون، بله، در رشد و تکامل کودک این چه جایگاهی دارد و این بعدها در مسائل اجتماعی و فردی در واقع فرد جایگاهش کجا هست و چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟ ببینید اساساً اینجوری نگاه بکنیم به زبان مادری که میگیم عامل رشد و تکامل کودکان هست، با همین عنوانی که حضرت عالی اشاره کردی در زبان مادری و نقشش در رشد و تکامل، از ابتدا اگر بریم از زمان تولد شروع کنیم، کودک وقتی نوزاد در واقع در جنین از وقتی به دنیا میاد، یه تغییر جدی توی فیزیولوژیش اتفاق افتاده. در یک جای بسته بوده، حالا یه دفعه اومده بیرون. اونجا اکسیژنش، غذاش یه طریق دیگه تامین میشد، حالا یه طریق دیگه تامین میشه. اولین چیزی که با خودش داره میاره گریه هاشه. گریه هایی که خیلی هم معنادار نیست. ولی به مرور زمان وقتی میگذره، یعنی یه ماه، دو ماه میگذره، مادر بچه داره گریه میکنه، پدر میگه به خانمش، میگه این بچه داره گریه میکنه، میگه چیزی نیست، گرسنه است، الان غذاشو میارم. ببینید اون گریه داره به مادر میگه من گرسنه ام، اون گریه میگه من درد دارم، اون گریه میگه من نمیدونم جام گرمه خیسه، نمیدونم مشکلات دارم. ببینید پس ببینید آهنگ گریه اونجا، اون جیغ هایی که میزنه، اون ناله هایی که میکنه برای مادر معنا داره. خب با اون معنادار بودنش مادر بهش پاسخ میده، تر خوشش میکنه، نگرش میداره، بغلش میکنه یا هر چیز دیگه.
اینها الفبای اولی هست که مسئله ارتباط رو ایجاد میکنه. از نظر ما گفتار درمانگرها یه دایره بزرگ خیلی وسیع هست تحت عنوان کامیونیکیشن یا برقراری ارتباط. و زبان در داخل این دایره قرار میگیره و گفتار یه قسمت کوچیکی از زبان داخل اون دایره ای که متداخل هست میگیم. اگر ارتباط رو نگاه کنیم، از لبخند، از نگاه، از نحوه نشستن، از خندیدن، از همه، از لمس کردن، از همه اونها هست و کودک از اونجا شروع میکنه به برقراری ارتباط. وقتی مادر بهش لبخند میزنه، وقتی نگاهش میکنه و اونها همه الفبایی هستن برای اینکه این ارتباط یواش یواش توسعه پیدا میکنه. خب انگیزه فراگیری گفتار هست همینجاست و اتفاقا گفتار نکته‌ای که اشاره کردی در مورد زبان دوم که حالا به جای مربوطش با هم صحبت خواهیم کرد، بحث اینجاست که اینجا کودک انگیزه من میشه به اینکه این ارتباطاتش رو توسعه بده با اون شرایطی که داره، از کلماتی که شنیده تکرار میکنه میگه و این فراگیری کودک در اینجا که باز با آموزش های کلاسیکی که اشاره کردی فرق میکنه، برای این است که کودک اصطلاحاً در زبان انگلیسی میگیم اکویزیشن یا در واقع به زبان عربی میگن اکتساب و زبان فارسی ما میگیم فراگیری، فراگیری میکنه، خودش یاد میگیره، خودش ترجیح میده که چه چیزی رو بپذیره چه چیزی رو نپذیره، اصلا چه چیزی رو چه جوری گوش بده. من مثالی رو برای شما بگم، دو تا بچه، اینو که دارم میگم مثال عینیه، خیالاتی نیست، دو تا بچه نشسته بودن با هم صحبت میکردن، یه بچه که مثلا این بچه‌ای که صحبت 8 9 ساله 10 ساله اینا بودن، یه بچه 2 ساله 2 و نیم ساله هم کنارشون داشت بازی میکرد. این یکی به اون یکی میگه نمیدونم چرا قناریمون آواز نمیخونه. اون بچه میشنوه، میاد با تعجب میگه مگه انار آواز میخونه؟ ببین این گفت قناری، اون قیش رو حذف کرد، ایش هم حذف کرد، انار وسطش رو دریافت کرد. ببینید اینجوری است که میگیم کودک خودش عاملانه فرا میگیره، یعنی خودش انتخاب میکنه، بگه بابا، بگه مامان، بگه عمه، بگه دادا، بگه نینی. خب و جالب اینه که در دوره های نوزادی و بعدش هم یواش یواش شروع میکنن در نه حدود یک سالگی که میرسن به کلمات یا 6-7 ماهگی 8 ماهگی، اون موقع ها میگیم صداها تکرار میشن، میشه به به، دادا، نینی، جوجو، لالا. ببینید اینا هم خودش مبنای فیزیولوژیک داره، بابت اینکه فعالیت های کودک با یه عضو انجام میشه. وقتی میگه آ بی ب د، ببینید ب با لب، د با زبون و دندونه، اصلا این یه برنامه‌ریزی پیشرفته تر میخواد، ولی در ده همش یه جاست، به به هم یه جاست. بنابراین کودک از این راه استفاده میکنه برای یاد گرفتن. گاهی من مادرهای جوان رو میبینم که اصرار میکنن از همون اولین بچه کامل بگه، بچه توقف میکنه. بخواد دیگه درست، اگر من قیاس بکنم میگم زبان و گفتار خوراک مغز کودکه و معده خوراک غذایی کودکه. اگر به نوزاد ساندویچ بدیم نمیتونه بخوره، اگرم به زور بچلونیم تو دهنش خفهش میکنه، درست؟ ولی این رو در مورد معده همه میدونن، هیچ کس به نوزاد لقمه غذا نمیده، شیر بهشون میدم، بعد یه خود بزرگ میشه پوره میدن. ولی در مورد مغز و دستگاه عصبی خیلی ناآگاهانه رفتار میکنیم. خیلی وقتا پیش میاد اینجوری که یه چیز قلمبه سلمبه میخوایم وارد دستگاه عصبی این کودک بکنیم. همینجوری که کودک غذای نامناسب رو بالا میاره، محرک زبانی نامناسب رو هم بالا میاره، منتها اونجا یه جوری دیگه دیده میشه. مثل استفراغ دیده نمیشه شما به پاکش کنی، واکنش هاش مثل جیغ زدن، نافرمانی، داد و فوار کردن، بدخلق شدن، گریز از گفتار، دوست نداشتن به ارتباط و اینها همه علائم نامناسبی هست که گاه به دلیل پاتولوژیک روی میده، گاه به دلیل مسائل محیطی که خانواده ایجاد میکنه. اما فرمایش که حضرت عالی فرمودید، این بنا شروع میشه و اینکه گفتار رو از مادر یاد میگیره یا از محیط یاد میگیره و این میشه زبان مادری و این زبان یاد گرفته شده خودش ابزار یادگیری میشه، ابزار توسعه فعالیتاش و توسعه ارتباطش با همسن و سالانش میشه، ابزار انتقال احساساتش میشه، خواسته هاشو میگه، به نیازهاش به این ترتیب میرسه. و در سایه همین هست که زبان نظم بخش رفتارش میشه. به جای اینکه بیاد چنگ بزنه میگه آب میخوام، به جای اینکه فریاد بکنه میگه میخوام برم بازی کنم. ببینید پس اگر نگاه بکنیم قدم از قدمای اول
این در رشد اجتماعی کودک نقش داره. همین جوری که ما با در مورد زبان و تفکر اگر نگاه بکنیم، میگیم فکر کردن بی صدا حرف زدنه و حرف زدن باز صدای بلند فکر کردنه. پس کودک با یاد گرفتن زبان تفکرش توسعه پیدا میکنه. ما میبینیم حتی توی اختلالات و گفتار زبان که ما به عنوان کار بالینی با کودکان انجام میدیم، این کودکی که میاد خیلی نابسامان رفتار میکنه، خیلی ناراحته، نمیدونم بیقراره، کنترل نمیشه، بعد از مدتی که مهارت‌های زبانیش رشد میکنه با کلام کنترل میشه. وقتی میگیم بشین میشینه به خاطر اینکه درکش بالا رفت، وقتی میگیم بیا میاد به خاطر اینکه با درکش بالا رفت، برای اینکه خواستش رو میتونه بگه دیگه فرار نمیکنه، در رو هم نمیکوبه، میگه میخوام برم آب بخورم، میره آب میخورم. پس اگر نگاه بکنیم، زبان مادری کلید اصلی است که از ابتدا کودک رو تبدیل میکنه به موجود اجتماعی، به موجودی که در تعاملات، به موجودی که با دیگران ارتباط برقرار میکنه، به موجودی که میتونه صبر بکنه، حرفای دیگران رو بشنوه، به موجودی که خودش میتونه اندیشه های خودش رو منتقل بکنه. پس اگر نگاه بکنیم، زبان مادری جز ابزاری است که کودک در اختیار داره و میتونه با اون خودش رو توسعه بده و ارتباطاتش رو در سطوح مختلف گسترش بده. درود بر شما، خیلی عالی، خیلی توضیحات بسیار پرمغز و مفیدی، امیدوارم که دوستانی هم که همراه هستن استفاده کرده باشن، لذت برده باشن واقعا از توضیحاتی که استاد علی قربانی عزیز، استاد درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در رابطه با نقش زبان مادری و جایگاه بسیار مهم و حساسش در تکامل کودک بیان فرمودن. آقای دکتر، پرسیدن که دوستی گفتن که من بچه‌م 2 سالشه 5 ماه میبرمش، 3 سالشه پسرم 3 سالشه الان 5 ماه میبرمش گفتار درمانی ولی تغییری نکرده، نمیدونم چرا. اصلا یه توضیح بدیم راجع به این که ما باید چطور اینو ارزیابی کنیم، دختر و پسر رو چی رو چکار کنیم؟ چطور باید ارزیابی کنیم؟ پدر مادرها باید چطور بچه رو ارزیابی کنیم؟ آقا این اصلا نیاز به معاینه دارد، نیاز به ویزیت دارد و بعد چه انتظاری خواهند داشت که مثلا تا چه زمانی اینا تغییر بکنن؟ یه توضیح راجع به این بدیم. بله چشم، یه خورده از زبان مادری دور میشیم ولی چون رشته من هست حالا پرسیدن دانش... بله بله، اون چیزی که مخاطب میخواد یقینا اونها بیشتر مورد نیاز هست. حالا در جاش در مورد زبان مادری هم صحبت خواهیم کرد، ولی این چیزی که این دوستمون فرمودن در یک کلام همینطوری که خیلی از بیماری ها هست که ممکنه درمان نشه، در مورد گفتار درمانی هم همینجوری هست. درجه بهبود پذیری ها متفاوته. باور ما بر این هست که اگر به موقع شروع بشه نتیجه بهتری میده، به همین خاطر early intervention یا مداخله زودرس الان در همه جای دنیا هست. اما این چیزی که میفرمان که بچه 3 سالشه 5 ماه هم رفته گفتار درمانی و هنوز تغییر نکرده، بیشتر به اون آسیبی که کودک داره مربوطه. ببینیم که آیا این آسیب، آسیب شنوایی، آسیب ذهنی، آسیب فعالیت‌های حرکتی، آسیب عصبی عضلانی. ببینیم گفتار جای خاصی از بدن ما نیست. وقتی من چشمم درد میکنه میگم آقا عینک بزن، چشم ضعیف عینک بزن. ولی گوش من سنگین میشه میگم باید سمک بزنی. پس من یه جای گوش من مشکل داره، اینجا چشم من مشکل داره، ولی زانوی من مشکل داره، میرم پیش ارتوپد، بخشی از وجود من مشکل داره. اما واقعیت اینه که در مورد گفتار، گفتار جای خاصی نیست، همه وجود انسانه. و شاید براتون جالب باشه که اگر کسی به دلیل صدمه و تصادف یا هر چیزی که گفتارش از دست بده، اندازه دیه کامل یک آدم. چون وقتی گفتار نیست یعنی چی نیست. خب پس اگر ما در مورد این کودک نگاه بکنیم، بگیم عوامل مختلفی هستن که میتونن موجب نقص گفتاری بشن. اگر این کودک به دلیل یه چیز موضعی مشخصی دچار آسیب شده باشه، راهش معمولا بهتر میره. اما وقتی که چند تا چیز با هم دیگه هستن و اون عوامل اصلی که میتونن تو گفتار نقش داشته باشن رو تحت تاثیر قرار میده، باز فرق میکنه. یکی از مسائلی که در مورد کودکان هست، این در مورد رشد گفتار زبان این هست که اجزای مختلفی نقش دارن در گفتار. مهمترین و اساسی ترین راهش راه شنیدنه. کودک باید از شنوایی سالم برخوردار بشه. خب در کنار شنوایی
باید از توانایی ذهنی خود مناسب برخوردار بشه. یعنی وقتی میشنوه آیا میتونه دو تا کلمه رو تو ذهنش نگه داره؟ مثلا فرض کنیم که بچه 50 تا کلمه بلده. بله 50 تا کلمه بلده، اما اگر 10 تا وسیله بذاری اونجا دو تاشو نام ببری میتونه بگه هر دو تا رو بره بیاره. حداقل ببینین، حداقل توانایی برای برقراری ارتباط این است که دو تا کلمه بگی. مثلا میگه مامان آب، فعل نداره. بله. بعد میگه مامان آب، مامان جیش، مامان دده، فعل نداره ولی نظرشو گفته. خب بله. پس این حداقلش نه، یه حافظه دو تایی لازمه برای این کار. حالا در کنار این است که اندامهای گویایی این کودک باید کارآمد باشن برای گفتار. شما میبینید که ما برای بلعیدن، جویدن، غذا خوردن یه توانایی لازم داریم که بیشتر این توانایی تو جنبه قدرت عضلانی است، نه خیلی ظرافت‌های مهارتی. اما وقتی به گفتار میرسیم میبینیم بیشتر ظرافته. یعنی شما در صداهای گفتار حرکاتی با لب و زبانتون رو انجام میدید که در خوردن و خندیدن و جویدن اینو انجام نمیدید. پس این کودک باید ببینیم شنیدنش چجوریه، باید ببینیم توان ذهنیش چجوریه، باید ببینیم اندامهای گویایی چجوری حرکت میکنن، چجوری فعالیت میکنن، اون ظرافت‌ها و توانای حرکتی رو دارن یا ندارن. بعدش هم از نظر فرایندهای دیگه اصلا ارتباط خوبی با خانواده داره، ارتباط خوبی با درمانگر داره، حرف به اصطلاح حرف شنوی داره، میشینه گوش بده یا اینکه اصلا مشغول یه چیز دیگه است. این هم که مشغول یه چیز دیگه است، کار درمانگره که باید کمکش بکنه، حتما باید کمکش کنه. اما یه جوری هم بگیم اگر این بچه 3 سالشه 5 ماه داره گفتار درمانی میشه، یعنی حداقل از 2.5 سالگی به بعد رفته. ببینید در صورتی که ما میگیم پایه‌های زبان 2 سال اول زندگی ریخته میشه. قدیم‌ها پدر بزرگ مادر بزرگای ما میگفتن بچه 40 روز رو بگذرونه خوب میشه، چله داره. خب من تحقیقات جدید اینو تایید کردن، ولی تو تحقیقات میگن 2 ماه. میگن تا 2 ماه بچه بیقراری داره، ناآرامه، قانونمند نیست. یه جوری مثلا صبح میخوابه شب بیداره، نمیدونم الان میخوابه یه دقیقه دیگه بیدار میشه، خواب مادر رو به هم میزنه. ولی بعد از 40 روز یا بعد از 2 ماه یواش یواش میبینیم همراه مادر میخوابه، همراه مادر بیدار میشه، مادر میدونه کی به شیر بده، دیگه نظم میگیره. خب اگر کودک بعد از 2 ماه نظم نمیگیره، هنوز بی نظمه، این نیازمند به بررسیه، حتی اگر بچه 2 ماهشه. خب بعد یواش یواش جلوتر میریم، می‌بینیم کودکی هست که خیلی بیش از اندازه بیقراری می‌کنه، ناآرامه، هر محرکی می‌دیم نمی‌پذیره، اون نیاز به بررسی داره. کودکی هست همیشه خوابه. خیلی وقتا مادرها میگن خیلی بچه خوبی ها، همش یا داره می‌خوره یا می‌خوابه. نه، اینم خوب نیست. کودک باید تلاش داشته باشه، فعالیت داشته باشه و مضافاً این که آواسازی داشته باشه. کودکی که 2 ماه می‌گذرونه، قبل از 2 ماهش هم داره ولی 2 ماه رو می‌گذرونه، یواش‌هاش اصطلاحا می‌گیم که کوینگ یا چیزی معادله مثل بقبقو کردن، قرقر کردن. مادرها معمولا از این واژه استفاده میکنن، شیرشو خورده، آروغشو زده، داره قرقر میکنه. این قرقر کردن اگه نباشه جای تردید داره. یه خورده جلوتر میره، این قرقر کردن تبدیل میشه به یک صداهای آهنگین، با یک آوا و نوایی اون رو میگه که ما تحت عنوان بابلینگ و لالینگ و چی از این داستان ها میشناسیم، میگیم قانقون میکنن بچه ها، صدا سازی میکنن. اساسا این فرض هست که اون صدا سازی ها که کودک داره میکنه، همه صدا مثل ب پ ت ک گ اینا توش هست، ولی اضافه هم هست، یه سرصدای اضافی هم هست. اون سرصدای اضافی رو یواش یواش بعد از این کلام یاد میگیره، اونا رو حذف میکنه، اون صداها رو نگه میداره. بنابراین مثل تنه درخت میمونه که میگیم این تنه درخت اون مجسمه توشه، اون مجسمه ساز اضافه ها رو میزنه، اون مجسمه دیده میشه. شاید این تعبیر خیلی خوبی برای گفتار نباشه، ولی به نظر میاد که کودک وقتی دوره زیر 1 سال داره میگذرونه، این سر و صداها رو داره. سر و صداها حشوهای زیادی دارن، اینا رو که یواش یواش پالایش میکنه به اون صداهایی میرسه که ما به اصطلاح میگیم که واژه های اولیه، اون بب دد نینی، اینا رو میگه پروتوورد یا واژه های اولیه، که بعدا بچه 3 سالش بشه، 4 سالش بشه، بخواد بگه، میگه دد، میگه یعنی چی دد، بعد اسم میگی دیگه، بزرگ شدی دیگه، اون یواش یواش فراموش میشه. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، این دوست خوبمون که میگن
اینجوری میگیم دو نیم سالش بوده بچه مشکل داشته، تازه بردیم گفتار درمانی. خب اما الان باید نگاه بکنیم ببینیم بین این دوره از اولی که رفته تا الان که 5 ماه گذرونده آیا تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده فرض رو بذاریم که یه نوزاده داره یواشاش یاد میگیره. چقدر طول میکشه خب؟ باید تو چه بازه انتظار داشته باشیم که تغییر رو ببینیم؟ اساساً اگر زبان رو نگاه کنیم، به قول یه من سال 58 دانشجوی این دانشگاه بودم، استادی داشتیم به اسم آقای دکتر قیاسیان، چون اون موقع سن سالش بیشتر از سن سال الان من بود، تصور نمی‌کنم در قید حیات باشن، ولی اگر در قید حیات هم خدا حفظشون کنه، اگر رحمت خدا و اگر فوت شدن رحمت خدا شامل حالشون باشه، ایشون این جمله رو میگفت: زبان حد یقفی ندارد، زبان توقف پذیر نیست. مگر شما الان زبان فارسیتون کامله؟ اگه بدنی بذارم بگم آقا این مفعول بی واسطه‌اش بذار با واسطه‌اش بذار میتونی بگی؟ زبان حد توقفی نداره. ما نیاز به عنوان گفتار درمان به کودک به این شکل نگاه میکنیم، این توان برقراری ارتباط با محیطش رو پیدا بکنه و به عنوان یک کودکی که میتونه از زبان خودش استفاده کنه شناخته بشه کفایت میکنه. اما این که در مورد این کودک ببینید چقدر پیشرفت کرده که حالا نیازمنده چقدر کار دیگه هست که به اون حد برسه، و گاهی هم همجوری که خدمت رو عرض کردم گاهی کودکان به اون حد اقل مورد نیاز هم ممکنه نرسن، ولی در حدی میرسن که اطرافیان صداشون و حرفاشون و کلماتشون رو میفهمن، که این خودش باید یه قدم مثبته. یعنی پیشتر مادر میگه من بچه‌م گریه میکرد، منم میزدم سر خودم گریه میکردم، چون اون من نمیفهمیدم اون چی میخواد، اونم نمیتونست به من منتقل کنه، با هم گلاویز میشدیم. الان من متوجه میشم چی میگه، بد میگه، دیگران نمیفهمم، باباش نمیفهمه، نمیدونم عمه و خالش نمیفهمم، ولی من میفهمم چی میگه. این به طور عادی هم هستا، یعنی شکل عادیش هم اینه که کودک در کودک نوپا از نظر زبانی چیزهایی رو میگه پدر متوجه نمیشه ولی مادر میفهمه. اینا رو میگیم چون با زبان هم دیگه رشد میکنن، آگاه میشن بهش و میتونن ارتباط برقرار کنن. در این کودکانی که بعض خیلی مشکل داره، خیلی شدت داره، اون موقع میگیم که به این اندازه هم برسه غنیمته. اما از نظر کلی این کودک تا 5 سالگی، در ابتدا تا 2 سالگی میگیم پایه های زبانه، تا 5 سالگی هنوز بهبودی خیلی خوبه، انعطاف پذیری مغز بالاست، میتونه یاد بگیره. بعد از اون رو گفتم تا 12 سالگیه، و بعد از اون گفتم 12 تا 18 سالگی باز امیدواری به یادگیری زبان هست. و فرض زبانشناسا بر این است که اگر کودکی تا 18 سالگی هیچ زبانی رو یاد نگیره، دیگه قادر به یادگیری زبان نخواهد بود، چون زبان در دوره‌های سنین پایین‌تر یاد گرفته میشه. در افراد بزرگسال هم که مطالعه کردن، بیشتر روی سفرا مطالعه شده، سفیری که از مثلا از ایران بلند شده رفته فرانسه، موقعی رفته پرنده فرانسه پدر بوده 40 سالش بوده، یه مادری مثلا 35-6 سالش بوده، یه چند تا بچه هم داشتن، یه بچه هم مثلا داشتن 1 سالش بوده. وقتی اینا 6-7 سال اونجا هستن برمیگردن، میرن اون 1 ساله زبان فرانسه بهش از همه بهتره، به خاطر اینکه هرچی سن پایین تره یادگیری زبان بهتر خواهد شد. این در مورد پاتولوژی هم صادقه، ولی عوامل دیگه هم هستن که دخالت میکنن، که اون اختلالاتی که اشاره کردم، اختلالات عصبی، ذهنی، شنوایی، بینایی، لمسی، حرکتی و اونها هم دخیلن. استاد پرسیدن که حالا از بحث دور میشیم، ولی حالا باز اینو پرسیدن در رابطه با همین هستش، گفتن که اگه میشه بگید که کودک در سنین مختلف بعد چه بازه کلمه ای رو صحبت کنه، چند تا کلمه بگید، دختر یا پسر؟ اصلا دو تا پسرش فرق میکنه یا نه؟ باور بر اینه که بچه وقتی به 1 سالگی رسید اولین کلمه رو بگه. یعنی کلمه معنادار، معنادار آوا نباشه دیگه، مثلا بگی جان آوا نباشه، نه معنادار، مثلا بابا، مامان، آب، دده، اینجور سال رو باید بگه در 1 سالگی. بچه 1 ساله، اگر کودک 1 ساله شد ولی هنوز کلمات رو به زبون نمیاره، هنوز یه تعداد کلمه نداره، اینجای تردید داره. بعد از اون میان تا حدود مثلا 18 ماهگی، به 18 ماهگی میرسه واژگان کودک یواش یواش شروع میکنه به اصطلاحا میگیم انفجار واژه، یه دفعه واژه های خیلی زیادی توسعه پیدا میکنه. چه سنی؟ 18 ماهگی 24 میگید، ببینید واژه هاشون زیاد میشن ولی ساخت جمله شون هنوز ساخت نداره. مثلا به طور مثال میگم یک کودک 2 ساله ممکنه به جای اینکه میخوام بگه میخواین امشب اینجا بمونید، به جای بمونید نمیتونه بگه، میگه باش نباش.
پس اینجا میگه میخوای امشب اینجا بباشین؟ ببین اینجوری ممکنه صرف و نحو بکنن، ببینید. و از یه چیزای دیگه، مثلا از یه فعل دیگه که چجوری صرف میشه، این رو هم خودش نتیجه خودش میسازه. خودش میسازه. ببینید وقتی کودک رسید به اون سن، باید بتونه با محیطش، با پدرش، با مادرش ارتباط، نیازهاشو بگه. ولی هنوز خیلی کامل نیست. از 2 سالگی تا 3 سالگی که 1 ساله، اینجا تقریبا میتونیم بگیم اتفاقات خیلی بزرگی میفته. اتفاقاتی میفته که صرف و نحوشون پیچیده میشه، اتفاقاتی میفته که جملاتشون طولانی تر میشه، اتفاقاتی میفته که اون چیزی که شما ندیدید و میتونن برای شما منتقل کنن. ولی باز هم در اینجا یکی از چیزهایی که اشکال داره وضوح گفتارشون. گفتارشون ممکنه خیلی واضح نباشه. یعنی چی؟ صدای ر و ل رو این هم ممکنه بگه، س و ز و ش رو این هم بگه. خب بنابراین ممکنه بگه شیر میخوام، بگه سیر میخوام. این اتفاقا ممکنه بیفته، ولی میتونم منتقل کنم. وقتی میرسن به 4 سالگی، 4.5 سالگی، باور بر اینه که وضوع گفتارشون مثل یه آدم بزرگ سال باید واضح باشه. اینایی که من گفتم مایلستون های خیلی بزرگه این قضیه است. ریز ریز که هر صدا، هر صدای گفتاری برای ما پ، ب، ت، د، ک، گ، س، ز، آ، ا، ا، اینا میگیم، اصطلاحا میگیم اسپیچ ساوند یا صداهای گفتار. این صداهای گفتار هر کدومشون یه دوره سنی دارن که ظاهر میشن و تکامل پیدا میکنن. بعضیاشون طولانی تر تکامل پیدا میکنن، دوره طولانی تری طی میکنن تا متکامل شن. بعضیاشون کوتاه‌تر زمانشون، مثلا پ، م، ب، اینا خیلی زمانشون کوتاهه، ولی صدایی مثل صدای س، ز، اینا طولانی ترن. صدایی در زبان ما، صدایی مثل صدای ر، واژگونهای زیادی داره. مثلا شما میگه عرابه، مرد، آره، هر کدومشون یه درجه القلتان بودن رو دارن. اینها هم باز از صداهایی هستن که طول میکشه تا خوب بشن. به همین خاطر است که ما در کودکان دبستانی گاهی اختلاط صدا میبینیم. مثلا بچه‌ای که دندونای شیریش افتاده، به جای اینکه سیب رو بتونه بگه، مثلا لای دندونش میذاره، زبونش رو میگه. ولی اساسا رشد این است که اگر کودک تا 4.5 سالگی رسید، باید بتونه مثل یه آدم بزرگ حرفاشو بزنه، و هرچند از نظر زبانی هنوز جا داره رشد بکنه، خیلی هم جا داره رشد بکنه، ولی دیگه نیازهاشو میگه. وضوح گفتارش مخصوصا خیلی بالا باید باشه. یعنی هر آدم غریبه ای هم وقتی باشه حرف میزنه، حرفاشو بفهمه، متوجه بشه. در صورتی تو سنین پایین‌تر مادر، پدر، اطرافیان متوجه میشن، یه غریبه ممکنه متوجه نشه. درود بر شما، ممنونم. عزیزانی که همراه ما هستند در این لحظه، بیننده گفتگوی زنده IUMS TV هستید به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، همراه استاد علی قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و گفتگو میکنیم، گپ میزنیم در رابطه با نقش زبان مادری. و کامنت ها بازن، دوستان میتونن سوال بپرسن و پاسخش رو از مهمان ما بگیرن. وقت نداریم استاد، و میدونم خیلی از مباحثی که در واقع از قبل معمولا برنامه همجوری میشه. آره خب، یعنی و چون نمیخوایم که ناتمام بمونه، هی نیو فولدر باز کنیم برای مردم و هی سوال، و میدونی به زمانی که یه بحثی حقش ادا نشه، ما هدفمون اینه که نگرانی‌ها رو کم کنیم. با آگاهی بدتر نگران میشن، مضطرب میشن، به خصوص زبان که میدونم مادرها چقدر روش حساسن. خیلی سوال داشتیم در رابطه با سن فراگیری یک زبان خارجی دیگر. بله. یکی از بحث‌های خودمون هم همین بحث 2 زبانگی و فراگیریش در آموزش تحصیلی است. این رو فکر می‌کنم به عنوان حسن ختام در این قسمت با هم صحبت کنیم در رابطه باش. ببینید، یکی از مسائلی در مورد یادگیری زبان دوم و سوم هست که صحبت میشه، محیط خیلی تعیین کننده است. اول من یه سوال بپرسم، زبان دوم و سوم، مثلا مادر فارس زبان هست، فارس مثلا بچه تهرانه، پدر ترکه، بله، اگر در این خانواده بچه هم فارسی صحبت کنه و هم ترکی آذری ایران، این 2 زبان محسوب میشه؟ دقیقاً بله. به خاطر همین دارم خدمت عرض میکنم، وقتی محیط، محیط 2 زبانه است، یعنی کودک با آدمایی سر کار داره که به فرمان شما ترکی حرف میزنن، و باز با آدمایی سر کار داره که فارسی حرف میزنن. البته این مسئله زبان ترکی تا اونجا که من از نظر سن و سال خودم دارم خدمتتون میگم، یه مقدار کم رنگ شد توی زبان فارسی. در گذشته من دوره کودکی خودم رو یادم میاد، همسایه های ما آدمایی بودن که ترک زبان بودن، ولی بچه 5 سالش رو میومد تو کوچه بلد نبود فارسی حرف بزنه.
اونا تعصب اینو داشتن که این ترکی رو یاد بگیره اول، بعد که میره مدرسه فارسی رو یاد میگیره. اما اگر باش فارسی حرف بزنیم دیگه ترکی رو یاد نمیگیره، چون محیط نیازمند زبان ترکی نیست. ببینید اساسا زبان بر اساس این نیازه شکل میگیره. یعنی شما میبینید که آدم اینجا لیسانس و فوق لیسانسش رو میگیره، با یه تتمه زبان دست با شکسته انگلیسی بلند میشه میره یه کشور انگلیسی زبان، ظرف یک سال میبینه خوب میشه زبانش، به خاطر اینکه اونجا مجبوره بشنوه، مجبوره کار بکنه، محیط. نیازش به این است که با اون زبان خواستهاش رو بیان بکنه، میگه. هرچند که ممکنه هیچگاه به اندازه یه آدم نیتیو زبان بلد نباشه. بنابراین من برگردم به سوال حضرت عالی، اگر محیط دو زبانه است، یعنی کودک بدون اینکه اوایل صحبت هم عرض کردم خدمتتون، بدون اینکه تحت تاثیر آموزش کلاسیک باشه، مجبور نباشه و آزاد باشه، خودش که میخواد یاد بگیره اون دو تا زبان رو به حسب نیاز خودش ممکنه به دست بیاره و حتی ممکنه اینا رو به طور موازی اندازه هم جلو ببره. بر حسب خواستش، با عمش که ترکی ترکی حرف میزنه، با نمیدونم خالش که فارسی حرف میزنه، این رشد میکنه. اما مسئله که امروزه تو جامعه ما رایجه این نیست. اون چیزی که امروزه رایجه و سوال شاید این دوست خوبم باشه پرسیده این است که الان مهد کودکای ما زبان انگلیسی یاد میدن. بله. این مهد کودک دو زبانه است. بله. خب حالا اگر بچه یاد نگیره تنبیهش میکنن، اگه بچه یاد نگیره نمیدونم مشق بهش میدن، اگه مشق نمیدونم، اینا خوب نیست. ببینید ما یه وقتایی میبینم، من مثالی رو خدمت شما بگم، پدر و مادری که تحصیل کردن بودن، پدر پزشک متخصص بود، مادر پزشک عمومی بود و یه دختر بچه‌ای رو داشتن، مادر باش فارسی حرف زد، پدر باش انگلیسی حرف زد، این هم انگلیسی رو یاد گرفت هم فارسی رو یاد گرفت و بعدن که بزرگتر شده بود به من میگفت من اول فکر میکردم بابام فارسی اصلا بلد نیست، همیشه با من انگلیسی حرف میزنه. خب و این به سر به سلامت برد. بچه دوم به دنیا اومد، برای بچه دوم هم همین کارو کردن، یعنی پدر اومد فارسی حرف، انگلیسی حرف زد، اون یکی فارسی حرف زد، این تفلک نه تو فارسی رول رفت نه تو انگلیسی، هیچ کدومش یاد نگرفت. چرا؟ چون یک اختلال نهفته در این بچه هست، اختلالاتی که ما تحت عنوان اسپیشیال لرنینگ کورپوریشن میشناسیم، تحت عنوان اختلالات یادگیری ویژه. این بچه ممکنه اختلال یادگیری داشته باشه، همینجوری که شما در سایر مهارت ها میبینید این رو که مثلا میگید که ببین این آدم بدونی که آموزش ببینه چقدر خوش خط مینویسه. بله. و اون یکی حتی آموزش هم میبینه باز خطش خوب نیست. ببینید این استعدادهای مختلفه. این مسئله در یادگیری زبان هم هست. وقتی این توان یادگیری دو تا زبان رو نداره، ترجیح داره به اینکه یه زبان یاد بگیره. بعد ما نمیتونیم از پیش تعیین کنیم که آیا این آمادگی یادگیری دو تا زبان داره یا نداره. بنابراین ریسکش صحیح نیست. بهتر اینه که کودکان، اگر پاسخ سوال این دوستمون رو بخوام بگیم، پاسخش این است که بهتر و درست‌تر و منطقی‌تر اینه که اولا کودک رو در یادگیری زبان آزاد بگذاریم، اگر چند محیط چند زبانه است. اما اگر محیط تک زبانه است، بذاریم ابتدا یه زبان رو یاد بگیره به حدی که بتونه به حد کفایت با دیگران ارتباط برقرار کنه، بعد بره زبان دوم یاد بگیره. در این جور موارد فرض بر این است که ما در زبان اول از سیگنال سیستم اول استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من این بر میدارم میگه چی خوردی؟ میگم آب. ببینید یعنی من مستقیم از خود اون ماده این کلمه آب رو میسازم. اما وقتی میخوام تبدیلش کنم به یه زبان دیگه که زبان ترکی باشه، باید سو رو تبدیل کنم، ترجمه کنم به آب بفهمم. خب منه. یا واتر رو ترجمه کنم به آب بفهمم. اون سیگنال سیستم دومه. به عبارت دیگه زبان اوله که پایه میشه برای یادگیری زبان دوم. پس اگر زبان اول خودش پایه سستی داشته باشه، تکیگاه محکمی برای زبان دوم نیست. پس اولش باید یه تکیگاه محکم داشته باشه، بعد باید یکی یاد بگیره. و اولویت با زبان مادری است. اولویت با زبان مادری است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا نیاز کودک با زبان مادری برآورده میشه. با محیطش میخواد ارتباط برقرار کنه، با مردم میخواد صحبت، با هم بچهای هم بازیش میخواد صحبت بکنه. پس زبان مادری براش مهمه. نکته دیگه اینه که الان باز تو مهد کودک ما اتفاق میفته. توی مهد کودک تو اون ساعت خاص زبان انگلیسی بهش یاد بدید.
بعد میاد بیرون احتیاج داره انگلیسی حرف بزنه؟ نه احتیاج نداره، بنابراین خاموش میشه. من و شما درس خوندیم، کلاس، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه فلان رفتیم. این ساعت استاد اومد در مورد گفتار و زبان گفت آفازی نمیدونم آپراکسی فلان فلان. هفته بعد دوباره کلاس شد، گفت خب بچه ها مطلبی که جلسه پیش گفتیم چی گفت؟ همه سرا میاد پایین. من نمیدونم، یادم نمیاد هفته پیش استاد چی گفت. چجوری یه بچه 5 سال یادش بشه هفته پیش مهد کودک چی گفتن؟ ببینید این یه خورده غیر منصفانه است که کودک رو تحت فشاری قرار میدیم که نه تنها به زبان علاقمند نمیشه، بلکه از زبان میگریزه. ما در مورد بچه های دیگه هم اینو داریم. مادری من نقل میکنه میگه من بچه‌مو کلاس زبان مینویسم، اصلا لج میکنه میگه نمیرم. اما همین بچه‌ای که لج میکنه نمیره، بعد میره فوق لیسانس زبان میگیره، بچه‌ها میره زبان خارجی هم میخونه، خارج از کشور هم زندگی میکنه. ببینید اصل یادگیری زبان انگیزه است، باید نیاز و انگیزه. اگر بچه خودش علاقه داره چی؟ یعنی چی؟ بچه‌ای دوست داره، مثلا دوست داره، حالا جدا از زبان مادرش که براش تسلط داره، در سن مثلا 5 6 سالگی خیلی دوست داره مثلا انگلیسی هم صحبت کنه، علاقه داره. به خاطر اینکه مثلا انیمیشن‌ها رو ببینه، کارتون‌ها رو ببینه. این ایرادی نداره. نه، وقتی زبان اول رو شکل داد، فرم داد و از اون زبان توانست استفاده بکنه، این کارو می‌کنه. من باز موردای رو می‌بینم، چون به هر حال ما با بچه‌هایی که مختلف اختلالات گفتار زبان مختلف دارم میبینیم. این مادر بچه ازش میپرسم این چیه؟ میگه بنانا. میگم چرا نمیگه موز؟ میگه بنانا. میگه خیلی دوست داره انگلیسی رو بگه. میگم فارسیش هم بلدی؟ میگه بله. میگه خب فارسیش هم بگو. میگه موز. ببینید این داره اینجا یک جوری به من که اونجا روبروش نشستم پوز میده. میگم بله ببین من بنانا رو بلدم. بله. خیلی خوبه. ببینید اگر بچه این توان رو در خودش میبینه که هم انگلیسی رو بگیره هم فارسی رو بگیره، انگیزش هم هست، خوبه. اما ببینید یه خورده احتیاط داره بابت اینکه آیا این خواسته ماهوی خودشه یا مامانه یواش یواش اینجوری رفته تو کتش اینجوریش کرده. خیلی وقتا میگه نه این بچه من اینجوریه، ولی اون خاص مادره. نه، اگه واقعا مادر آزادانه رفتار کرد و بچه خودش انتخاب کرده بی نداره. اما میبینم مادرهایی که به دلیل اینکه میخوان مادر بچه‌شون انگلیسی یاد بگیره، کارتون های انگلیسی براش میذارن. خب این دنیاش میشه کارتون انگلیسی، اصلا کارتون فارسی ندیده ببینه چجوریه، فقط یه انگلیسی به خوردش دادی. نه، این همون مسئله است که گفتم این خوراک کارتون ها فقط انگلیسی صحبت میکنن. جا فکر میکنه کارتون ها فقط انگلیسی صحبت میکنن. این حتی اینم اشتباهیه که دارن، درسته. اصلا حتی یه جا واضح نیست، مفهوم نیست. بعضی از چیزایی که توی اونا ارائه میشه اصلا شاید مناسب وضعیت فرهنگی بله. ببینید به همین دلیل فکر میکنیم که کودک به عنوان یک انسان حقوق داره. من یادی بکنم از استاد آقای دکتر عشایری که یکی از جلسات که با هم صحبت میکردیم این رو میگفتیم. ببینید چند نفر اونجا بودن، سوال کرد، گفت فلانی تو حقوق کودک رو میدونی؟ گفت نه. گفت ولی من میدونم. من با این صحبت با آقای دکتر عشایری گفتم ببینید آقای دکتر خیلی جمله خوبیه، حقوق کودک رو میدونیم و رعایت هم میکنیم. ببینید پس کودک یه حقوق داره و اون حقش رو باید رعایت بکنیم. یکی از حقوقش اینه که تاثیر فشار و نمیدونم تخلیه ذهنی و روانی اینا قرار نگیره، آزادانه رفتار بکنه و بتونیم در اون آزادانه رفتار کردنش تربیتش کنیم، به سمت خودمون بیاریم. این جمله رو من خیلی وقتا برای مادرها پدرها میکنم، میگم باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم، از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم. من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو رو آنگه گرفتارت شوم. ببینید شاید کودک اینجوریه، باید یه جوری باشه که تو رو بخواد، دوستت داشته باشه. چگونه رفتار میکنی که بهت علاقه من بشه؟ چگونه رفتار میکنی که دلش بخواد با تو باشه؟ چگونه رفتار میکنی دوست داشته باشه صدای تو رو بشنوه، دوست داشته باشه با تو وقت بگذرونه؟ چی میشه که میبری خونه مادر بزرگ دیگه حاضر نیست به خونه شما برگرده؟ دقیقا میخواستم همینو بگم. ببینید اونجا یه جاذبه های ایجاد کردی، یه چیزایی ایجاد کردی که اونو میخواد. بله. تو اون فضا رو براش ایجاد کن، وقت هم تو خونه هم میمونه. ببینید خیلی از مسائل این شکلی است. اما خب تعبیر میشه به خود مادر بزرگا هم یه جوری رفت، بچه خودشون همین مشکل با خودشون داشتن، ولی مادر بزرگ میشن خوب میشه. خب ببینید اتفاقا این نکته است. یکی این که خیلی وقتا مادرها میگن که مادر بزرگ بچه رو لوس میکنه، شاید یه وقتایی هم درست میگن، درست شد.
اما اگر نگاه میکنیم این مادر بزرگ با بچه های خودش اونجور رفتار نکرد ولی با نوش اونجور رفتار، این نشون داده تکامل اون مادره، نشون پسرفت نیست. این اون موقع که 20 سالش بود، 25 سالش بود، 30 سالش بود مادر شد، دانشش خیلی پایین بود. الان که 70 سالشه دانشش خیلی پیشرفت در شده. الان فهمیده که در مورد تو اشتباه کرده، میخواد در مورد اون نکنه. شاید خیلی وقتا اینه، اما نهایتا آقا تکلیف نسلی که این وسط سوخته چیه؟ جان؟ تکلیف نسلی که این وسط هم از پدرش خورده هم از بچهش که الان شما اینجا تکلیفتون به عنوان رسانه این هست که بگید این اطلاعات رو مردم بدید تا خطاها رو کم بکنید. بله، همه هدف من مهمه. چه کار بکنم اگر الان تو 60 و چند سالگی دارم حرف میزنم، چه کار بکنم که دوست جوان گفتار درمانی که الان کردم 25 سالشه اشتباه 25 سالگی منو نکنه؟ یکی از چیزایی که اشکال توی نظام آموزشی ما همینه، ببینید من سطحم بالاست میگم تو نمیفهمی، نه خیلی خوب میفهمی، تو سعی کن اون چرا که سخت به دست آوردی با طول زمان طولانی به دست آوردی به نوعی دلپذیر دین بده که این زودتر از تو به اون برسه، نه اینکه دیرتر از تو برسه. خب تشکر میکنم از استاد علی. چون سر یک ساعت این اینستاگرام متأسفانه لایو قطع میکنه. خب نوشتن که یک کامنت اومده، من اینو بخونم. راهکارهای عملیاتی شما جهت فرهنگ‌سازی مناسب برای والدین رو بفرمایید که چی است؟ نوشتن راهکارهای عملیاتی شما جهت فرهنگ‌سازی مناسب برای والدین رو بفرمایید، چرا که ابتدا والدین باید آگاه شوند. فکر میکنم این خودش یه برنامه میخواد. در یه چند کلمه کوتاه من خدمتتون میگم. خیلی خوب کوتاه. فکر میکنم مجموعاً 4 دقیقه از همین لحظه فرصت داریم. ببینید ابتدا اینو بگیم. در یک کلام کلی میگه کودک باید قانونمند بشه، مثلا ساعت 9 بخوابه، مثلا من از خوابش شروع میکنم. میگه به بچه میگی برو بخواب، ولی خودت نشسته سریال نگاه میکنی. چجوری برو بخوابه؟ اونم دلش میخواد نگاه کنه. تقلید میکنه. ببینید پدرها و مادرها باید علاوه بر بلوغ فیزیکی، بلوغ جسمی، بلوغ اقتصادی، بلوغ شغلی، باید بلوغ مادر بودن، مادر بلوغ پدر بودن رو داشته باشن. باید بتونه به خاطر بچهش بگذره. این مسئله مهمه که من یه وقتایی با این فکر میکنم، میگم ببین این ازدواج کرد، بچه دار شد، ولی هنوز اندازه یه مادر نیست، اندازه یه پدر نیست. خب اگر اونجوریه باید بیایم این رو نگاه کنیم. حالا بریم رو سراغ زبان که کار حرفه‌ای منه. بله. میگم اگر میخوای با کودک ارتباط برقرار کنی، وسایل و ابزارهای جانبی رو بذار کنار. بله چشم. ابزارهای جانبی رو بذار کنار. چرا نشستید با هم تلویزیون نگاه میکنید؟ وقتی نشستید با هم تلویزیون نگاه میکنی ارتباط ندارید. نه. موازی. کنار همین موازی. شما تلویزیون خاموش کن. فصل ببینم ببین میتونی با بچت وقت بگذرونی، ببین میتونی باش بازی کنی. بازی کردن شما هم در کنارش باید ارتباط کلامی داشته باشه، نه اینکه فقط بدو بدو بکنید، توپ بزنید بگیرید ببرید خستش بخوابه. بعد از ابزارهای معنادار استفاده کنی، از قاشق و چنگال و قابلمه و توپ و عروسک و از این چیزا استفاده کنید. تو محیط طبیعی تجربه بکنه، زمین خوردن رو تجربه کنه، بلند شدن رو تجربه کنه، برداشتن، ریختن، پاشیدن رو با تجربه بکنه. اگر از این راه‌ها و از این مسیرها استفاده کنید، اون همچنان که شما بزرگ میشید، اون با شما بزرگ میشه. پس راهکارها برای این پدر و مادرها این هست: با کودکتون وقت بگذرونید بدون نیاز به ابزار. ببینید وقتی ابزاری نیست، تو میتونی براش همراه خوبی باشی، میتونید مصاحب خوشایندی باشی، میتونی گوینده خوبی باشی. خیلی وقتا پدر مادران در اینجاها موعظه‌گر میشن. موعظه‌گر نباشید. من بچه بودم خیلی بچه خوبی بودم. تو اصلا بچه خوبی نیستی. این خوب نیست، بدترین حرفی که پدر مادر میتونن بزنن. این بکرات میزنم و بکرات شنیدیم و بکرات هم گفتیم. بله این بچه ببینی، اگر من خیلی وقتا به پدر مادرها این رو نگم، میگم ببین بچه مشکل داره، تو هم مشکل داری. من اینجا از شنوندا خیلی 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 عذرخواهی میکنم، ولی اینجا نه در جایگاه یک درمانگر، در جایگاه یک پدر میگم. وقتی بچه من سرما میخوره، مریضیش یکه، مریضی من هزاره. میدونم سرما خورده فردا هم خوب میشه، اما برای من خیلی سخته، ولی سرفه میکنه، انگار تو کله من میکنه. بله درسته اینجوریه، اما فرق در اینه که من مسئول بچه‌م هستم، ولی بچه مسئول من نیست. پدر مادر مسئول بچه است، بنابراین باید هدایتش کنه، باید کمکش کنه. خیلی وقتا شاید شما میتونید
حق نداری این کارو بکنی. چرا میگه حق نداری این کارو بکنی؟ با مهربانی میتونیم اینو بگیم. پس اگر خلاصه بخوام بگم این هست، مادر منبع مهر و محبته، منبع مهربانی است. شاید این زبان مادری هم که گفتم به خاطر همینه. زبان اختراع، بزرگترین اختراع بشره که مخترع نداره، خود بشر اختراع کرد، تکامل پیدا کرد و آمد و شامل همه چیز ماست. به قول مولانا میگه آدمی مخفی است در زیر زبان، آدم زیر زبانش مخفیه. خب این زبان که اینقدر بزرگه، تو ببین با کودکت میتونی با زبان کنار بیای؟ با زبان کنار بیا، نه با تهدید، با زبان کنار بیا. واقع بینانه باشیم. نکته بعدش اینه، من میدونم من بچه خودم، شما بچه خودتو برای چی دوست داری؟ فقط بچه‌ت، بچه توه. بچه خوشگل‌تر از تو هست، باهوش‌تر از تو هم هست، زرنگ‌تر هم هست، با ادب‌تر هم هست. ولی ما بچه خودمونو فقط برای بچه خودمون بودن دوست داریم. استاد چون فرصت نداریم من همین الان تمام میکنم. بنابراین با این نگاه بکنیم که ما در مورد بچه‌هامون واقع‌بین باشیم. ببینیم توانش چقدره، به اندازه توانش ازش بخوایم، به اندازه نیازش بهش برسیم. احسن. نه بیشتر از نیازش برسیم، کمتر از توان بخوایم، بلکه به اندازه توان بخوایم، به اندازه نیازش بهش برسیم، رشد خواهد کرد. زنده باشید. من اگه بخوام یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشم، به نظرم در این قسمت به خصوص با توجه به سوالی که پرسیدن، کامنت‌های آخری که گذاشتن، من فکر می‌کنم که همه پدر و مادرها، جوانترها بیشتر، ولی در هر سنی نیاز به آموزش رابطه دارن. این آموزش هم به عهده استاد علی قربانی هاست. پرسیدن که شما چجوری میتونید دسترسی داشته باشیم؟ دانشگاه علوم پزشکی ایران. کجا خو؟ دانشکده توانبخشی، میدان مادر. با اونجا میدان مادر شد، میدان محسنی بود شد میدان مادر. مادر میرداماد. بله بله، خیابان شهید شاه نظری، خیابان مددکاران، دانشکده علوم توانبخشی. جایی کلینیکی؟ گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران اونجاست. من خودم بیرون از این جای اونجا دارم، ولی ترجیح میدم نگید. باشه. اینستاگرام هم که گفتی خیلی فعال نیستید که بتونن پیغام بدم بهتون، پس اگر کسی خواست که استاد رو در واقع ازش مشورت بگیره، باید حتما بره دانشکده. نه تلفنش هست؟ تلفن دانشکده هست؟ آره، تلفنی یا حضوراً دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در میدان مادر سرچ کنید هست. خیلی ممنون استاد، لطف کردید. شاد و تندرست باشید. برای شما و همکارانتون تندرستی و بهروزی آرزو میکنم و برای شنوندگان و بینندگانتون. زنده باشید. خیلی بحث گسترده و در واقع تخصصی و ریزی هست. ما فکر میکنم کلیات رو گفتیم، زبان ته نداره. انشالله عمر باشد، باز هم در خدمت استاد علی قربانی عزیز باشید. هرگاه کمکی از من بعد یاد بر حضرت. زنده باشید. زنده باشید. ممنونم از همه عزیزانی که همراه ما بودید. سه شنبه یه لایو خیلی مهم داریم، خیلی جذاب، با استاد علیرضا محبی، ساعت 10 شب. اون رو هم ببینید. مراقب خودتون باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.